اگر سیستم بیولوژیکی تعریف کردید اونگونه که مد نظر عمده مثلا صالحین و حکما و معصومین هست که از بدن و از اندام‌وارگی بدن یاد میکنن، تو ساختار اندام‌وارگی بدن هیچ منبع و منشأ مستقل ارگانیکی که قضاوت کنه وجود نداره. تکرار میکنم، هیچ بخش مستقل قضاوت در بدن وجود نداره، به خصوص اگر لول استراتژیکش مد نظرمون باشه. دوم، نکته اساسی دوم اینه که از اونجایی که قواره سیستم بیولوژیکی مبتنی بر عدالت، یعنی هر چی سر جای خودشه توی این سیستم، هر سیستمی و هر جزء سیستمی در جای خودش قرار گرفته، لذا عدالت نهادین شده سیستمی وجود داره. در این صورت ضرورت قضاوت به حد اقل رسونده میشه. نمیدونم این مبحث ظریف کاملا تبیین شد یا نه. ببینید، جامعه‌ای که قوه قضاییه بزرگ داره مثل آمریکا، مثل فرانسه، جامعه‌ای که ضابط قضایی بزرگ داره، پلیس عظیم داره، جامعه‌ای که ساختار حکومتش به پلیس شناخته میشه. شما الان پاتون میذارید از این در بیرون، حکومت و جامعه رو به در دیوار وزارتخونه‌ها میشناسی یا به ضابط حکومت یعنی پلیس توی خیابون؟ حتی باید کسی بالای سر ما باشه بگه چرا قرمز رد نشو. جامعه‌ای که پلیس فربه داره در نظام تمدنی مدرن، که از هر کشوری اولین فیلمی که صادر میشه فیلم پلیسیه، جامعه‌ای که دستگاه اطلاعاتی پیچیده داره، جامعه‌ای که دستگاه قضایی فربه و درشتی داره، مبتنی بر تلقی مونتسکیو و مستقلم هست، این جامعه درش عدالت نهادینه نشده که سه عنصر قضایی، اطلاعاتی و پلیسی نیاز داره برای اداره جامعه. در یک اندام از حیث بدن هر چیز سر جای خودشه، تلقی ارگانیک نداریم. این سیستم بیولوژیکی چون هر چیزی سر جای خودشه، یک انضباط عمومی وجود داره، عدالت نهادینه شده، نظم نهادینه شده، حقم نهادینه شده. این که دوتا گوش داریم، دوتا چشم داریم، ابرو داریم، دندونامون تعدادش اینجوریه، دندان نیش هست، دندان نمیدونم آسیاب هست، بینی نمیدونم، قلب، هر چیزی سر جای خودش اینجا چینش شده، یک نظم طبیعی داره، به تبعش حق طبیعی، به تبعش عدل طبیعی، هر چیز سر جای خودشه. پس وقتی هر چیز سر جای خودشه، زمینه پلیسی وجود نداره، زمینه ناامنی کمه. نمیگم بدن سیستم ایمنی نداره، دانش ایمونولوژی و شناخت سیستم ایمنی رو بعدن برسیم حتما بهش میپردازیم توی این ساختار بیولوژیکی، اما یادتون باشه توی این تلقی عدالت و نظم و حق نهادینه شده است، و چون نهادینه شده دستگاه قضایی مستقل نیاز نداره. این عیبی بر سیستم بیولوژیکی نیست که برای خودش قوه قضایی مستقل نداره. پس نکته اساسی دوم اینه که هرگاه در جامعه مورد نظر شما وقتی طراحی میکنید، عدالت از نظر سیستمی نهادینه شد. نبریم یقه این مدیر و اون وزیر رو بگیریم بگیم به زور عدالت رو پیاده کن، بلکه عدالت چنان سیستمی باید نهادینه شده باشه که هر وزیر و وکیل و ساختار و مدیر و مسئول و انسانی به مر عدالت عمل کنه. اگر از خودش از چارچوب عدالت اومد بیرون، تو چشم بزنه همه جامعه نگاش کنن تا این خودش رو تعدیل کنه. اما وقتی ما میایم مبتنی بر ساختار ارگانیکی مونتسکیو قوانین رو میگذاریم، حالا ادعا میکنیم که سیستم باید به عدالت برسه، مگر آقای مونتسکیو دنبال عدالت بوده؟ اصلا میدونه کلمه عدالت توی لفظ فرانسوی و انگلیسیش چی میشه؟ لفظ عربی عدل و عدالت اصلا ما به ازا نداره توی ادبیات غربی. از این منظر عدالت نهادین شده، قوه قضاییه نیاز نداره، اگرم بود حد اقلی، پلیس نیاز نداره، اگرم بود حد اقلی. این که توی جامعه ای هی ما زندانبان زیاد کنیم، پلیس زیاد کنیم، عنصر امنیتی اطلاعاتی زیاد کنیم، قاضی زیاد کنیم، پزشک زیاد کنیم، معلوم میشه جامعه ما ناسالمه. قبلا 7-8 سال پیش این مثال رو زدم، احتمال داره شنیده باشید، گفتم پزشک که نون که تولید نمی کنه، گندم نمی کاره، پزشک نونوایی نداره، آسیاب هم نداره که اون گندم رو بیاره تبدیل کنه به آرد، نونوایی هم نداره که نون به پزه بده دست به مردم، ماشین هم که تولید نمی کنه، صنعت هم که تولید نمی کنه.
تجهیزات مخابراتی هم که تولید نمی‌کنه، ساختمون هم که تولید نمی‌کنه، عمل بنا هم که نیست. قاضی هم همینطور، قاضی هم نون که تولید نمی‌کنه، میوه که تولید نمی‌کنه، ماشین که تولید نمی‌کنه، صنعت تولید نمی‌کنه، ساختمون تولید نمی‌کنه، کار عمرانی نمی‌کنه. پلیس هم همینطور، پلیس هم که نه نون تولید می‌کنه، نه میوه تولید می‌کنه، نه ماشین تولید می‌کنه، نه ساختمون تولید می‌کنه. یعنی عمده مشاغلی که بهترین جووناتون رو شما میفرستید اونجا میشن پزشک، از هزار تا فیلتر میگذرونید برن بشن قاضی. تاپ ترین رشته انسانی، علوم انسانی، رشته حقوق. تاپ ترین رشته علوم طبیعی، پزشکی. چون مشاغل حکومتیه از هزار تا فیلتر میگذرونید آدم مطمئنی بره بشه پلیس و قاضی و چه و چه و چه. شما بهترین های جامعه رو جمع میکنید میبرید توی مشاغلی که این مشاغل بازدهی مستقیم مثبت نداره. جامعه وقتی جوانی رو میفرسته دنبال پزشکی، قبل از این که این جوان رو بتونه بفرسته دنبال نون، دنبال ساختمون، دنبال تکنولوژی و صنعت، اگر جوان رفت دنبال پزشکی، رفت دنبال پلیس شدن، رفت دنبال قاضی شدن، رفت دنبال عنصر بهزیستی و مشاغل از این دست، این نیروی هدر رفته است. توی اون تلقی تمدنی میان میگن لسفر، یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بده. مثلا توی هلند میدونید مصرف مواد مخدر آزاد. خب آقا انسان آزاده، شما چه کار دارید بهش میگید این نباید کراک مصرف کنه، شیشه و چه و چه و چه و هروئین و ماریجوانا و برگ کوکا و تریاک و چه و... بذارید استفاده کنه. استفاده میکنه. خب بعد میگن آقا ببینید این جامعه نابسامانی داره، 1 میلیون نفر معتاد داره. یه معتاد، یه پلیس باید مراقبش باشه بگیرش، یه آدم اطلاعاتی باید کنترلش کنه، یه آدم قاضی باید حکم در موردش صادر کنه، یک زندانبان باید نگهبانیشو بده، یه آدم بهزیستی باید پیگیری کنه که این ترک کنه، یه پزشکی باید اینو کنترل کنه که تو این ترک کردن فرایندش چیه، یه مدیر اجرایی در سازمان ستاد مبارزه با مواد مخدر باید اون سازمان‌ها رو با هم هماهنگ کنه، بودجه بهشون بده. انسان خوبی بودی رفتی شدی قاضی و پلیس و اینها، خب می‌رفتی می‌شدی معلم، می‌رفتی می‌شدی کسی که ساختمان بسازه، معمار. جامعه رو معماری میکردی. بخش عمده ای از ناراحتی های روحی روانی این مردم مال این معماری غلط ساختار شهریه. اما اجازه میدیم یه کسی کار خلاف کنه، 10 تا آدم سالم رو میزنیم پای اون آدم خلاف که اون رو مثلا برگردنن اصلاح کنن. خب چه کاری از اول همین آدمای خوب رو بکنید معلم؟ بودجه هم که میخواد به اینها اختصاص بدید، به اون پلیس و دستگاه قضایی و دستگاه بهداشتی و غیره، که اینا هیچ کدوم این پولایی که مصرف میکنن برک نمیگردونه. همه پلیس ها و قاضی ها و پزشکا اینا ماشین میخوان، همشون خونه میخوان، همشون میوه میخوان، همشون. خب تولید میوه و خونه و صنعت و غیره زالیکو باید بدین دست افرادی که نمیتونن تو این سیستما بیان. نتیجهش اینه که داریم راه غلط رو میریم. این فرمول اقتصادی مناسبه، این فرمول کدامایی مناسبه. البته نمیشه اینو مستقل گرفت از قضایی، قضایی رو از اطلاعاتی، اطلاعاتی رو از حکومت، هیچی. یک سیستم یک پارچه است. طراحی این سیستم یک پارچه این ماهیت رو در متن خودش داره. پس عدالت نهادین شده سیستمی ضرورت قضاوت رو به حداقل میرسونه. به این میتونید فکر کنید که جامعه‌ای باشه که پلیس درش به حداقل برسه. به این میتونید فکر کنید که جامعه وجود داشته باشه که درش قاضی کم باشه. اصلا این آمار خوبی نیست که ما مثلا 20 میلیون پرونده قضایی داشته باشیم تو کشور. برید ببینید تو این کلانتری‌ها چه خبره، تو این اورژانس‌ها چه خبره، تو این مطب‌ها چه خبره، برید تو این حوزه‌های قضایی ببینید چه وضعیتیه. اصلا این صورت خوشی نداره که ما این قسمت جامعهمون فربه بشه مثل غربیا. چرا اینجوری فربه شده؟ چون داریم سیستمای غربیا رو اینجا پیاده میکنیم. اندیشه سیستمیمون غلطه.